با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب خدمت تمامی عزیزان. اقبالی هستم، دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی. در خدمت شما هستم با آموزش تابلوخوانی در بورس. این آموزش برای فرادرس تهیه می شود. همونطور که می دونید در حال حاضر بازار بورس رونق خوبی پیدا کرده و شما می تونید با کسب اطلاعات خوب و جامع و با یادگیری مطالب مفید در بازار بورس دست به معامله بزنید. دو دسته تحلیلگر در بازار بورس وجود دارند که تحلیلگران بنیادی و تکنیکالی هستند. هر کدام از این دو دسته در پی کامل کردن تحلیل خودشون میتونن از موارد مکمل برای مطمئن شدنشون نسبت به آینده سهام شرکتی که میخوان خریداری کنن استفاده کنن. یکی از این موارد بحث تابلوخوانیه. بنده معتقدم کسانی که تابلوخوانی رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرن و با تکرار و تمرین خیلی در مبحث تابلوخوانی ریز عمل کنن، این بحث براشون به یک مبحث کاملا کاربردی تبدیل میشه. پس با من همراه باشین تا به شما آموزش بدم که چجوری تابلوخوانی رو به صورت کاربردی استفاده کنید. سعی میکنیم که به صورت جزئی به کنکاف نسبت به هر موضوع بپردازیم تا شما هم مباحث رو کاملا یاد بگیرید. در درس یکم از این آموزش هدف بنده یک مروری بر مفاهیم مقدماتی جهت آشنایی با بحث تابلوخوانیه. پس به سراغ اسلاید ها میریم و با هم شروع میکنیم. در اسلاید اول هدف بنده اینه که شما درک کنید که اهمیت و ضرورت تابلوخوانی اصلا چیه. ببینید، از اونجایی که در حال حاضر افراد زیادی به سمت بازار سرمایه اومدن و همچنین اطلاعات کافی هم نسبت به این بازار ندارن، پس بنده این شرایط رو در نظر گرفتم و حالا میخوام شما رو به مهمترین بخش انتخاب سهام پربازده دعوت کنم. ضرورت این دوره به اینه که اگر کسی بخواد به صورت حرفه‌ای تابلوی هر سهم رو بخونه، باید همه مفاهیم موجود در تابلو رو درک کنه و بعد خرید و فروش کنه. پس ضرورت این دوره در اینه که ما باید آشنایی دقیقی با تابلوی هر سهم داشته باشیم تا تمامی مفاهیم رو بتونیم درک کنیم. اهمیت این آموزش چیه؟ از نظر بنده اهمیت این آموزش بحث اصلیش کشف رفتار هر نماد معاملاتیه. حالا شاید از خودتون بپرسین که چجوری با تابلوخوانی میتونیم رفتار هر نماد معاملاتی رو پیدا کنیم و بفهمیم اینکه کلن روانشناسی اون سهم میگه چی؟ چرا ما میتونیم با تابلوخوانی هی به کشف رفتار هر نماد معاملاتی ببریم؟ چون ما با تابلوخوانی قادریم پی به نکاتی ببریم نظیر خرید و فروش سهام توسط سهامداران شرکت. خب سهامداران شرکت یا میتونن حقیقی باشن یا حقوقی، که بعضن خرید و فروش توسط هر کدام از این سهامداران معنی و مفهوم خاص خودشو داره. پس از این منظر میتونه برای ما مهم باشه. همچنین اطلاعات دیگه نظیر اطلاعات قیمتی هم در یک سهم میتونه گویای رفتار هر نماد معاملاتی در طی روز معاملاتی باشه. پس از منظر قیمتی هم میتونه گویای رفتار اون نماد باشه. پس در این اسلاید در مورد اهمیت و ضرورت تابلوخوانی توضیح دادیم. وارد اسلاید بعد میشیم. در این اسلاید قصد دارم شما رو با هدف بنده از ارائه این دوره آشنا کنم. هدف اولیه بنده از طراحی این آموزش آشنایی دقیق شما عزیزان با مفاهیم سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یا همون TSE-TMC هست و بعد از اون آشنایی دقیق شما با تابلوی معاملاتی هر نماده. هدف نهایی بنده از ایجاد این دوره درک صحیح شما از حرکت یک نماد و رفتار کلی اون هست. همونطور که در اسلاید قبل هم توضیح دادم، ما با تابلوخوانی میتونیم خیلی خوب پی به رفتار یا همون بحث روانشناسی یک سهم ببریم. بنده امیدوارم که در انتهای این آموزش تابلوخوانی رو به صورت کاملا حرفه‌ای شما یاد بگیرین و
یاد بگیرین که چجوری از تابلوخوانی به صورت کاربردی در معاملاتتون استفاده کنید. پس با من همراه باشید. شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یا همون TSE TMC. شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قطعاً و بدون شک یکی از پرکاربردترین سایت ها برای همه سهامدارانه. چرا؟ شما اگر در بین تحلیلگران بازار هم پرسجو کنین، قطعاً یکی از منابع مهمشون برای تحلیل یک سهام و همچنین تحلیل روند کلی بازار همین سایت TSE TMC هست. شما با مراجعه به این سایت میتونید تغییرات لحظه قیمت رو هم ببینید. شما در هر تایمی از بازار با مراجعه به سایت TSE TMC میتونین نسبت به تغییرات لحظه‌ای سهام مورد نظرتون در مورد قیمت، در مورد خرید و فروش و دیگر مباحث که انشالله آشنا خواهیم شد با همه اونها آگاه بشین. با این سایت میتونید خیلی راحت دسترسی پیدا کنین به تغییرات شاخص کل و همچنین دیگر شاخص‌ها. قطعاً در آینده نه چندان دور در همین اسلاید‌های پیش رو ما شاخص ها رو کاملا بررسی خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که هر شاخص چه مفهومی رو میرسونه و شما با هر کدوم آشنا خواهید شد. در کل تمامی مفاهیم رفتار یک نماد معاملاتی رو میتونیم از این سایت استخراج کنیم که میتونه یک چراغ راهی برای معامله ما در جهت سوداوری باشه. خب حالا که با یک سری مبانی کلی از سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یا همون TSE TMC آشنا شدیم، بهتره که وارد سایت بشیم و با پنل‌های مختلف اون آشنا بشیم تا یک سری مفاهیم ابتدایی در مورد این سایت دستمون رو بگیره. خب برای اینکه ما یک آشنایی ابتدایی با سایت TSE TMC داشته باشیم، بهتره که وارد فضای این سایت بشیم و با یک سری مبانی ابتدایی از این سایت آشنا بشیم. پس در فضای نت سرچ میکنیم سایت TSE TMC رو. پنل اصلی این سایت در این قسمت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران. در پنجره در یک نگاه همونطور که مشاهده میکنید یک روند کلی از بازار روز گذشته به ما نشون میده که در این قسمت بازار بورس رو میتونید یک اطلاعات کلی در موردش داشته باشین. در این قسمت در مورد بازار فرابورس همون اطلاعات رو داریم. در این قسمت شاخص‌های منتخب و روند کلی اونها رو مورد بررسی قرار داده. در این قسمت نمادهای تاثیرگذار در شاخص که اینها نمادهای بورسی تاثیرگذار در شاخص هستن و اینها هم نمادهای فرابورسی تاثیرگذار در شاخص هستن. در این قسمت هم نمادهای پرتراکنش رو مشاهده میکنید. نمادهای پرتراکنش بورسی و فرابورسی یعنی چی؟ یعنی نمادهایی که بیشترین معامله رو به خودشون دیدن در بازار بورس و نمادهایی که بیشترین معامله رو به خودشون دیدن در بازار فرابورس. نمادهای تأثیرگذار در شاخص چه نمادهایی هستن؟ این نمادها نمادهایی هستن یا بهتر بگیم شرکت‌هایی هستن که تعداد سهام و ارزش بازاری بالایی دارن. ویژگی‌های مثبتی هم که نمادهای تاثیرگذار در شاخص دارن میتونیم اشاره کنیم به نقد شوندگی بالا یا بحث همون سهام شناوری که ما در آینده توضیح خواهیم داد و همچنین اینکه این نمادها میتونن روند بازار رو نیز به ما نشون بدن. برای مثال اگر قرار باشه که بازار وارد اصلاح بشه، این نمادها به پیشواز میرن و رنگ قرمز به خودشون میگیرن یا به عبارت دیگه منفی میشن. وقتی که اینها رفته رفته شروع به منفی شدن میکنن، در طی روزهای بعد میبینیم که شاخص کل هم منفی شده. پس این هم در مورد نمادهای تاثیرگذار در شاخص. اما حالا که در مورد تک تک این پنجره ها توضیح دادیم و گفتیم که هر کدام چه چیزی رو نشون میدن، بهتره که وارد یک بحث مهم بشیم به نام شاخص‌های منتخب. بدین منظور وارد اسلاید ها میشیم و توضیحاتی رو در مورد شاخص ها اونجا ارائه میدیم. خب دوستان، وارد اسلاید ها میشیم و قصد داریم شاخص‌های منتخب رو توضیح بدیم. قبل از اینکه وارد شاخص‌های منتخب بشیم و به توضیح بپردازیم، یک توضیح بر مبنای اینکه اصلاً خود شاخص چیه.
شاخص معنیش یعنی چی؟ شاخص یک معیار برای اندازه‌گیری تغییرات یک بازار یا برای مثال یک اقتصاده. هر شاخصی هم اندازه‌گیری‌های خاص خودشو داره. در واقع ما میتونیم به کمک رقمی که شاخص به ما نشون میده یک موضوع رو ارزیابی کنیم. در بررسی شاخص‌های منتخب اولین شاخصی که بررسی می‌کنیم شاخص آزاد شناوره. شاخص آزاد شناور چه کار میکنه؟ شاخص آزاد شناور میاد بخشی از بازار رو بررسی میکنه که نقد شوندگیشون بالاست. سهامداران یک شرکت یا عمده هستن یا سهامداران خرد. شاخص آزاد شناور مبنای اصلیش تغییرات قیمت در بخشی از سهام که در اختیار سهامداران خرده که در طی روز در حال معامله است. پس در روند شاخص آزاد شناور سهامی که در اختیار سهامداران عمده هست مورد بررسی قرار گرفته نمیشه. اما شاخص قیمت وزنی ارزشی چه کار میکنه؟ شاخص قیمت میاد تغییرات عمومی سطح قیمت رو بررسی میکنه. خب حالا چرا بهش میگن وزنی ارزشی؟ چون شرکت هایی که وزن بیشتری داشته باشن، یعنی شرکت هایی که بزرگتر باشن، ارزش بیشتری در محاسبه این شاخص دارن. وقتی میگن که برای مثال شاخص قیمت در سال جاری نسبت به سال قبل 10% رشد داشته، یعنی میانگین قیمت سهام شرکت های بازار 10% به طور متوسط رشد داشته. پس در روند شاخص قیمت وزنی ارزشی نکته اصلی اینه که شرکت‌های بزرگتر تأثیرات بیشتری روش می‌ذارن و تأثیرات شرکت‌های کوچکتر کمتره. اما شاخص بعدی که مورد بررسی قرار می‌دیم شاخص بازار اول و دومه. خب شاخص بازار اول میاد تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در بازار اول رو محاسبه می‌کنه و شاخص بازار دوم هم دقیقا همین اتفاق، یعنی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در بازار دوم رو محاسبه می‌کنه. حالا اصلا بازار اول و دوم چیه؟ ببینید شرکت‌هایی که وارد بازار بورس میشن اگه از لحاظ نقدشوندگی و سودآوری عملکرد خوبی رو در بازار اول داشته باشن که توی همون بازار اول میمونن، اما اگر از این لحاظ عملکرد خوبی نداشته باشن وارد بازار دوم میشن. پس این هم در مورد بازارهای اول و دوم. دو شاخص بعدی که مورد بررسی قرار میدیم مهمترین شاخصهای منتخب هستند و بیشترین تحلیل و بررسی هم حتما باید بر روی این دو شاخص باشه، یعنی شاخص کل هموزن و شاخص کل. برای اینکه به طور کلی با این دو شاخص آشنا بشیم و بفهمیم که هر کدوم چه منظوری رو به ما میرسونه، باید در دو اسلاید به صورت کلی به قیاس این دو شاخص بپردازیم تا به طور کامل متوجه منظورشون بشیم. پس با من همراه باشید. خب در دو اسلاید پیش رو ما قصد داریم که تفاوت‌های بین دو شاخص رایج، یعنی شاخص کل و شاخص کل هموزن رو مورد بررسی قرار بدیم و متوجه این بشیم که هر کدوم کجا به درد ما میخوره و چه معنی و مفهومی داره. اما ابتدا به سراغ شاخص کل میریم. شاخص کل به دلیل جامعیت و کلی بودنی که داره یک جایگاه خاصی هم در بین تحلیلگران بازار سرمایه داره. ببینید شاخص کل تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها رو مد نظر قرار میده، اما بحث سود نقدی هم در شاخص کل رواج داره. پس شاخص کل علاوه بر سطح عمومی قیمت‌ها سود نقدی هم به خودش ربط میده. اما وقتی ما در مورد شاخص قیمت توضیح میدادیم گفتیم شاخص قیمت سود نقدی درش جایگاهی نداره، یعنی شاخص قیمت فقط تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها رو مورد بررسی قرار میده. پس به این دلیل که سود نقدی هم در شاخص کل محاسبه میشه، پس یک شاخص جامع و کلیه. شاخص کل همه شرکت‌ها رو در نظر میگیره حتی اگر نماد شرکتی بسته باشه.
شاخص کل نشون دهنده تغییرات قیمت‌ها در کل بازاره. یعنی چی؟ برای مثال وقتی میگن شاخص کل از ابتدای سال تا انتهای سال 80% رشد داشته، یعنی اینکه این رشد از محل تغییرات قیمت‌ها و سود نقدی شرکت هاست. پس از اونجایی که شاخص کل روند کلی بازار رو در نظر میگیره و شرکت های بزرگتر قطعا تأثیرات بیشتری بر روی شاخص کل میذارن، پس ما احتیاج داریم که با یه شاخص دیگه آشنا بشیم که از این مورد تأثیر پذیر نباشه. پس بدین منظور باید آشنا بشیم با شاخص کل هموزن. خب ما بعد از اینکه توضیحاتی رو در مورد شاخص کل دادیم، حالا به مقایسه اون با شاخص کل هموزن میپردازیم و یک سری توضیحاتی رو هم در ارتباط به شاخص کل هموزن میدیم تا معنی و مفهوم این شاخص رو هم متوجه بشیم. شاخص کل هموزن به ما یک دید بهتر و واقعی تر نسبت به بازار میده. خب دلیل این چیه؟ در طی یک روز معاملاتی شما میتونید مشاهده کنید که برای مثال شاخص کل یک روند منفی داشته، اما شاخص کل هموزن یک روند مثبت به خودش دیده. اگر در اون روز کاملا نگاه کنید به نمادهای بازار، متوجه این میشید که نمادهای بیشتری مثبت بودند. دلیلش به خاطر این بوده که شاخص کل هموزن روز مثبتی رو داشته. پس در کل مثبت یا منفی بودن این شاخص کل هموزن میتونه مثبت یا منفی بودن تعداد بیشتری از شرکت‌های دو بازار رو برای ما نمایان کنه. خب بزرگی یا کوچیکی شرکت برای شاخص کل هموزن اصلا مهم نیست. خب کاملا از روی اسمش هم مشخصه، شاخص کل هموزن یعنی تمامی شرکت‌ها رو با یک وزن یکسان در نظر می‌گیره و از این منظر میتونه نسبت به شاخص کل برای ما جذابتر باشه و این هم باز به نوبه خودش میتونه یکی از دلایل این موضوع باشه که شاخص کل هموزن دیدی که به ما نسبت به بازار سرمایه میده بهتره. شاخص کل هموزن ریسک کمتری نسبت به شاخص کل داره. خب با توجه به توضیحاتی که بنده ارائه دادم در اینجا کاملا مشخصه که شاخص کل هموزن به دلیل اینکه هم یک دید واقعی تر از بازار نشون میده و هم اینکه در طی یک روز معاملاتی مثبت یا منفی بودنش میتونه به ما روند بازار رو خیلی بهتر نشون بده، پس ما میتونیم متوجه این بشیم که ریسکش هم نسبت به شاخص کل کمتره. خب این کاملا معلومه، وقتی شما یک معیار، یک شاخص برای یک موضوع تعیین کردی و اون معیار هرچی قوی تر باشه قطعا شما ریسک کمتری رو متحمل میشید. خب حالا که یک توضیحاتی در مورد این دو شاخص دادم، یعنی شاخص کل و شاخص کل هموزن، بهتره که حالا وارد سایت TSE/TMC بشیم و در اونجا به صورت کاربردی یک توضیح کوتاه بدیم تا کاملا متوجه این دو شاخص و تفاوت‌هاشون بشیم. پس با هم به سراغ سایت TSE/TMC میریم. ببینید دوستان، مبحثی که اینجا بنده مد نظرم تا در مورد اون صحبت کنم اینه که تفاوت شاخص کل و شاخص کل هموزن رو به صورت عملی هم مشاهده کنیم. شما در اینجا ببینید که شاخص کل 2% منفیه، شاخص کل هموزن کمتر از 1% منفیه. نکته ای که هست اینه که در روزی که شاخص کل هموزن یک روند مثبت‌تر نسبت به شاخص کل داره، این نمایانگر این است که در اون روز معاملاتی تعداد نمادهای کوچکتر بازار یک روز بهتری رو به خود دیدن. شما در این قسمت هم میتونید تماشا کنید، الان نمادهای تاثیرگذار در شاخص کل همگی منفی هستند. همونطور که میدونید نمادهای تاثیرگذار در شاخص این شرکت‌ها شرکت‌هایی با ارزش بازاری خیلی بالایی هستند، تعداد سهام منتشری زیادی هم دارن، پس اینا شرکت‌های بزرگی محسوب میشن. وقتی همگی چند هزار واحد در جهت منفی شاخص کل تاثیرگذار بودن، ولی خب شاخص کل هموزن منفی کمتری نسبت به شاخص کل خورده، پس این روز میتونسته روز بهتری بوده باشه برای
نمادها یا شرکت‌های کوچکتر بازار. پس این هم توضیحات مفصلی بود در مورد شاخص‌های منتخب. امیدوارم که خیلی خوب این مبحث رو هم درک کرده باشید. از شما تقاضا دارم چندین بار در طی چندین روز شاخص‌ها رو بررسی کنید تا بتونید تفاوت مخصوصاً دو شاخص رایج رو به خوبی متوجه بشید. روند بازار، روند نمادهای تاثیرگذار در شاخص و دیگر نمادها رو حتما مورد بررسی قرار بدین تا این مبحث هم به خوبی برای شما جا بیفته. اما به آخرین بخش از درس یکم میرسیم. در این بخش بحث اصلی بنده روی تفاوت‌های بین بازار بورس و بازار فرابورس. فعالیت در بورس انرژی و بورس کالا کاملا نسبت به بورس و فرابورس فرق میکنه و تفاوت‌های خاص خودشو داره و بحث ما هم در آموزش تابلوخانی نیست و ما مبحثمون کاملا متمرکز بر روی بازار بورس و بازار فرابورس. برای اینکه یک سری تفاوت‌هایی رو بیان کنیم در مورد این دو بازار و درک کنیم که چه چیز مشترکی بینشونه و چه تفاوت‌هایی دارن، وارد اسلاید‌ها میشیم و در اونجا یک سری توضیحاتی رو بیان می‌کنیم. پس با من همراه باشید. خب همونطور که می‌دونید دوستان، شما با داشتن یک کد معاملاتی میتونید چه در بازار بورس و چه در بازار فرابورس با همون کد دست به معامله بزنید. اما خب با توجه به این اشتراکی که دارن، نباید از تفاوت‌هایی که دارن غافل بشید. می‌خوایم در این دو اسلاید پیش رو تفاوت‌های بین بازار بورس و فرابورس رو مورد بررسی قرار بدیم. بازار بورس دارای دو بازار اول و دومه. در بحث شاخص‌های بازار اول و دوم هم بنده توضیح دادم. گفتم شرکت‌هایی که از نظر سوداوری و نقدشوندگی عملکرد بهتری رو دارن در بازار اول فعالیت می‌کنن و شرکت‌هایی که از این نظر عملکرد ضعیف‌تری دارن وارد بازار دوم میشن. تنوع پذیری کمه. این کم بودن تنوع پذیری بازار بورس دقیقاً به خاطر همینه که فقط دو بازار اول و دوم داره و در مقایسه با بازار فرابورس قطعاً تنوع پذیری خیلی کمی داره. دامنه نوسان در بازار بورس 5%ه، چه در بازار اول و چه در بازار دوم. دامنه نوسان 5%ی یعنی چی؟ یعنی قیمت پایانی فردای معاملاتی نسبت به قیمت پایانی امروز معاملاتی میتونه 5% بیشتر یا 5% کمتر باشه. یعنی در بین این دامنه میتونه سهم نوسان کنه. پس این در مورد بازار بورس. اما در مورد بازار فرابورس چی داریم بگیم؟ بازار فرابورس 5 تا بازار داره. ببینید در کل بازار فرابورس 3 بازار داره، یعنی بازار اول و دوم و بازار پایه. اما خود بازار پایه 3 بازار جدا داره: بازار پایه با تابلوی زرد، بازار پایه با تابلوی نارنجی و بازار پایه با تابلوی قرمز، که هر کدوم دامنه های نوسان مربوط به خودشونو دارن. برای مثال دامنه نوسان مربوط به تابلوی قرمز مثبت و منفی 1 هست، تابلوی زرد مثبت و منفی 3 و تابلوی نارنجی مثبت و منفی 2. تنوع پذیری بالایی داره بازار فرابورس، که این هم باز به خاطر همینه که 5 تا بازار داره و در مقایسه با بازار بورس تنوع پذیری بالاتری داره. و همونطور که توضیح دادم، دامنه نوسان هم باز به نسبت هر کدوم از بازارهایی که در فرابورس وجود دارن تفاوت داره. اما اگر بخوام در تفاوت‌های بازار بورس و فرابورس کمی ریستر هم بشم، میتونم بگم که فعالیت در بازار بورس برای شرکت‌ها کار سخت‌تریه، ولی خب شرکت‌های کوچیک‌تر هم میتونن خیلی راحت بیان و سهامشون رو در فرابورس عرضه بکنن. پس در کل فعالیت در فرابورس برای شرکت‌ها نسبت به بورس راحت‌تره. ولی خب تفاوت‌های عمده و اصلی که ما باید باشون آشنا می‌شدیم و به صورت کلی در این دو اسلاید مورد بررسی قرار دادم. خب دوستان، به انتهای درس یکم از آموزش تابلوخوانی رسیدیم. امیدواریم که خیلی خوب این مباحثی رو که توضیح دادم در مورد مبانی اولیه تابلوخوانی و چیزهایی که شما باید یاد بگیرید برای آشنایی و ورود به این مبحث رو به خوبی فرا گرفته باشین. ایشالا در ادامه مباحث خیلی عمیق‌تری رو به شما یاد میدم و
به شما آموزش خواهم داد که چگونه از تابلوخانی سیگنال استخراج کنین و موارد و المان‌های خیلی جذاب رو برای شما به اشتراک میذارم. ممنون از همراهی شما. خداوند یار و نگهدار. با نام و یاد خدا، با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان. اقبالی هستم، دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی. شما را دعوت میکنم به درس دوم از آموزش تابلوخوانی در بورس. اگر در خاطرتون باشه، در درس اول ما با یک سری مبانی اولیه و یک سری مفاهیم ابتدایی از جمله ضرورت و اهدافمون از ارائه این آموزش رو با شما به اشتراک گذاشتیم و همچنین در مورد شاخص‌ها توضیحاتی رو ارائه دادیم و یک نگاه کلی به دو بازار بورس و فرابورس و تفاوت‌های اونا انداختیم. در این درس از آموزشمون، هدف بنده آشنایی شما عزیزان با جزئیات تابلوی هر نماد معاملاتیه. شما بر روی تابلوی هر نماد معاملاتی مفاهیم زیادی نظیر حجم‌های متعدد یا قیمت‌های مختلفی رو می‌بینید که ما در این درس قصدمون اینه که هر کدوم رو توضیح بدیم و به تفسیر هر کدوم بپردازیم تا کم کم شما رو با ساختار کلی تابلوی یک نماد آشنا کنیم. پس با من همراه باشید. در اسلاید اول هدف بنده آشنایی شما عزیزان با قیمت‌های تابلوه. شما وقتی که پنجره تابلوی نماد معاملاتی مورد نظرتون رو باز می‌کنید، اولین چیزی که قطعاً به چشمتون میخوره بحث قیمت‌های موجود بر تابلوه. این تصویر هم تصویر بخش قیمت‌های تابلوی یک نماد معاملاتیه که بنده برای آشنایی ابتدایی شما با مفاهیم قیمتی ابتدا در اسلایدها یک سری توضیحاتی رو ارائه خواهم داد و سپس وارد خود سایت TSE TMC میشیم. خب ما یک سری قیمت‌ها اینجا مشاهده می‌کنیم که در دو اسلاید ابتدا سمت راست این قیمت‌ها یعنی تا اینجا رو توضیح خواهیم داد و در اسلاید بعدی هم در مورد سمت چپ یعنی این بازه‌ها توضیح خواهیم داد. از همین ابتدا شروع می‌کنیم. قیمت خرید تحت عنوان بالاترین سفارش خرید بهش میگن، یعنی بهترین مظنه قیمتی که برای خرید سهام مورد نظر گذاشته شده. به این قیمت خرید قیمت سرخطی تقاضا هم میگن. معامله، قیمت آخرین معامله انجام شده در روز رو بهش میگن، تحت عنوان قیمت معامله اینجا درج شده. خب یعنی چی؟ در طی روز خب معاملات زیادی بر روی یک سهام انجام میشه. اون آخرین معامله‌ای که بر روی سهام مورد نظر شما انجام شده، قیمتش این قیمت هست. یعنی تحت عنوان قیمت معامله درج شده. فروش، این قسمت پایین ترین و بهترین سفارش فروش، یعنی پایین ترین قیمتی که یک فروشنده میذاره تا سهم شرکت رو بفروشه چقدره، که بهش قیمت سرخطی عرضه هم میگن. خب ما در مورد این سه قیمت بالایی توضیحاتمون رو دادیم و حالا به سراغ سه قیمت پایینی میریم. اولین چیه؟ خب همونطور که گفتم در طی روز معاملاتی بر روی سهام انجام میگیره که گفتم آخرین معامله با این قیمت نمایش داده میشه در این قسمت. اولین معامله‌ای هم که بر روی سهام انجام شده، یعنی قیمت اولین معامله‌ای که در طی روز معاملاتی انجام شده در این قسمت نمایش داده شده که 5410 ریال هست. قیمت پایانی چیه؟ میانگین قیمت معامله‌های انجام شده در طول روز. خب در یک روز معاملاتی که بر روی سهام انجام میگیره با قیمت‌های مختلفی میتونه باشه که اگر میانگین اون قیمت‌ها گرفته باشه تحت عنوان قیمت پایانی در این قسمت درج میشه. قیمت دیروز هم قیمت پایانی روز معاملاتی گذشته یا قبله. پس قیمت دیروز دقیقاً همین قیمت پایانی در مورد روز معاملاتی قبل هستش. خب این توضیحاتی در مورد سمت راست این تابلوی قیمتی. در اسلاید بعد میخوایم به سمت چپ بریم و در مورد این بازه ها بگیم. خب اما بازه های سمت چپ تابلو به ما چه چیزهایی رو میگن؟ بازه روز یعنی چی؟ این بازه، بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمت معامله های انجام شده در طی روز معاملاتیه
یعنی چی؟ یعنی پایین ترین قیمتی که روش معامله انجام شده بر روی این سهام 5120 ریال بوده و بالاترین قیمتی که معامله انجام شده بر روی این سهام 5640 ریال بوده. پس این در مورد بازه روز. اما قیمت مجاز چیه؟ قیمت مجاز بالاترین و پایینترین قیمتیه که نماد در طی روز معاملاتی میتونه داشته باشه. خب یعنی چی؟ خب همونطور که ما توی درس یکممون هم گفتیم، سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی دامنه‌های نوسان مخصوص به خودشون را دارن. دامنه نوسان در این نماد معاملاتی 5%. یعنی چی؟ یعنی نسبت به قیمت پایانی دیروز میتونه نهایتاً یا 5% در سود باشه، یعنی 5% بیشتر از این قیمت باشه، یا 5% کمتر از این قیمت معامله بشه، که این 5% بیشتر و 5% کمتر تحت عنوان قیمت مجاز بر روی تابلو نمایانه که الان همونطور که میبینیم کف قیمتی 5120 ریال هست در روز جاری و سقف قیمتی هم 5640 که دقیقاً یه نگاه به بازه روز کنیم متوجه میشیم که این سهم در طی روز نوسان داشته، نوسان زیادی هم داشته، یعنی هم در منفی 5 تابلو معامله شده و هم در مثبت 5 تابلو معامله شده. اما در مورد بازه هفته و بازه سال، بازه هفته بالاترین و پایینترین قیمتیه که یک نماد طی هفته پیش به خودش میبینه. یعنی چی؟ یعنی طی این یک هفته‌ای که گذشته، طی یک هفته اخیر، بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که نماد به خودش دیده چه قیمتی بوده که الان داریم می‌بینیم طی یک هفته گذشته بر روی این نماد معاملاتی سهم بین 4820 ریال تا 5640 ریال نوسان کرده. اما در مورد بازه سال، بازه سال بالاترین و پایینترین قیمتیه که نماد طی یک سال گذشته به خودش دیده. نکته‌ای که در مورد بازه سال باید خدمتتون عرض کنم، الان اینجا ببینید، بازه سال برای این نماد معاملاتی بین 2616 ریال تا 21750 ریال بوده. خب نکته‌ای که هست اینه که شما باید بررسی کنید بازه سال رو تا متوجه این بشید که آیا سهم در کف یک سال گذشته خودشه یا در سقفه. اگر قیمت سهام نزدیک به کف قیمتی باشه یا حتی در خود کف قیمتی باشه، خب این یک سیگنال برای خرید این سهامه و خیلی میتونه قابل توجه باشه. پس نسبت به این نکته هم توجه داشته باشید. خب ما در این قسمت با مفاهیم ابتدایی و توضیحات مربوط به هر کدوم از این قیمت‌ها و این بازه‌ها آشنا شدیم، اما در بین این قیمت‌هایی که در تابلوی قیمتی یک نماد معاملاتی می‌بینید، دو قیمت برای ما از بقیه قیمت‌ها قطعاً مهم‌تره که اون هم قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله است. برای اینکه توضیحات مفصلی رو در مورد این دو قیمت بدم، حتما باید وارد اسلاید بعدی بشیم و توضیحاتمون رو اونجا ارائه بدیم. اما در این اسلاید قصد داریم به توضیح دو قیمت مهم تابلوی قیمتی یک نماد معاملاتی بپردازیم که قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی. خب قیمت آخرین معامله میتونه برای ما جذاب ترین قیمت باشه. چرا؟ در واقع این قیمت نمایانگر آخرین معامله انجام شده است که در روز معاملاتی فردا میتونه به ما نوید یک روز مثبت و منفی رو بده. پس ما در انتهای این درس قطعا این مورد رو توضیح خواهیم داد و شما میتونید اینو درک کنید که چقدر زیبا ترکیب قیمت آخری معامله و قیمت پایانی با دیگر پارامترهای جذاب تابلوی یک نماد معاملاتی میتونه به ما سیگنال بده. قیمت پایانی امروز یا همون صفر تابلوی فردا، این قیمت میانگین تمام قیمت‌های معامله شده در طول روزه. خب هر چی معامله‌های انجام شده بر روی نماد مورد نظر در بخش مثبت تابلو باشه، قطعاً قیمت پایانی هم مثبته و برعکس. یعنی چی؟ یعنی هر چی هم
معامله های انجام شده در بخش منفی تابلو باشه، قیمت پایانی هم منفی خواهد بود. خب راجع به این که قیمت پایانی امروز همون صفر تابلوی فرداه، اگه بخوام بهتون بگم اینه که فرض کنید قیمت پایانی امروز 5000 ریاله. خب قیمت مجاز فردا با فرض این که دامنه نوسان 5% باشه میتونه 5% بیشتر از 5000 ریال یا 5% کمتر از 5000 ریال باشه. یعنی قیمت مجاز فردا بین 4750 ریال تا 5250 ریال میتونه معامله بشه، نوسان کنه. خب قیمت پایانی امروز دقیقا همون قیمت وسطیه، یعنی 4750 منفی 5 تابلوی فرداست، 5250 مثبت 5 تابلوی فرداست و 5000 ریال صفر تابلوی فرداست. پس این هم در مورد این نکته. خب آخرین نکته هم اینه که درصد تغییر دو قیمت آخری معامله و قیمت پایانی بر حسب قیمت پایانی دیروز حساب میشه. خب این رو توی بخشای قبلم گفتم، همچنین اینجا یک مثال زدم، گفتم که اگر بالفرض قیمت پایانی امروز 5000 ریال باشه، قیمت های فردا هم بر حسب این قیمت پایانی محاسبه میشن. چجوری؟ برای مثال اگر قیمت آخری معامله فردای معاملاتی 5100 ریال باشه، درصد تغییراتش بر اساس همین قیمت پایانی امروز محاسبه میشه که 5000 ریال بوده و همچنین قیمت پایانی هم درصدش بر حسب قیمت پایانی دیروز محاسبه میشه و همچنین سودی که شما میکنین از خرید یک سهم بر حسب قیمت پایانی محاسبه میشه. خب حالا که ما در مورد این مفاهیم قیمتی تابلو یک سری توضیحاتی رو ارائه دادیم و کلن باهاشون آشنا شدیم، بهتره که وارد سایت TSE/TMC بشیم و اونجا هم یک سری مثالهایی رو برای شما همراه با توضیحاتش ارائه بدیم. خب ما وارد سایت TSE/TMC میشیم. قراره که اینجا در مورد چیزایی که تا الان یاد گرفتیم مثل قیمت‌های تابلو و دیگر چیزهایی که توضیح دادیم در موردشون به صورت عملی در این قسمت باهاشون آشنا بشیم. خب شما برای اینکه پنجره تابلوی یک نماد رو باز کنید یا میتونید از این قسمت نماد مورد نظرتون رو جستجو کنید یا اینکه اگر نماد شما در بخش نمادهای پرتراکنش باشه، یعنی در قسمت نمادهای پرتراکنش بورسی یا فرابورسی باشه، میتونید با کلیک بر روی اون پنجره تابلوی نماد رو باز کنید. برای مثال من روی نماد فولاد، شرکت فولاد مبارک اصفهان کلیک میکنم، خب تابلوی این نماد برای ما باز میشه. خب بحث اصلی ما قسمت قیمتهای این نماد هست و ما میخوایم روی قیمتها توضیحاتمون رو ارائه بدیم. همونطور که اینجا میبینید ما توضیح دادم، گفتم خرید یعنی چی؟ گفتیم خرید بهترین مزنه خرید رو میرسونه، یعنی بهترین قیمتی که در حال حاضر برای معامله خرید این سهم گذاشته شده قیمت 12000 ریاله که شما در این قسمت هم میتونید ببینید. الان در بخش قسمت تقاضا خریداران الان بهترین قیمت خرید 12000. خب در این قسمت داریم میبینیم که بهترین مزنه و پایین ترین قیمت برای فروش در قیمت 12000 که اینجا هم داریم میبینیم باز بهترین مزنه برای فروش این قیمته. آخرین معامله هم که انجام شده بر روی سهام شرکت فولاد در قیمت 12000 ریال بوده که این هم مشخصه در این. اما اینجا داره میگه که اولین معامله‌ای که امروز بر روی سهام شرکت فولاد انجام شده رو قیمت 11650 بوده. میانگین قیمت معامله های انجام شده 11760 ریاله و قیمت پایانی دیروز هم 11600. خب یک سری درصدهایی در این قسمت میبینید. برای مثال اینجا نوشته که 3.45% و اینجا نوشته 1.38%.
این درصدها همونطور که در اسلایدام توضیح دادم بر حسب قیمت پایانی دیروز محاسبه میشه. یعنی چی؟ یعنی الان قیمت آخرین معامله سهام شرکت فولاد 3.45% نسبت به قیمت پایانی دیروزش در سوده و همچنین در مورد قیمت پایانی روز معاملاتی امروز هم 1.38% نسبت به قیمت پایانی دیروز در سوده.